مهمان من با حکومت شاه مخالف بود، ولی با حکومت جانشینان شاه هم کنار نیامد و به جای آن رهبری مبارزاتی را بر عهده گرفت که کردهای ایران از فردای پیروزی انقلاب برای کسب خودمختاری شروع کردند. او که حالا در آستانه 90 سالگی است و راه درازی را از کردستان تا تبعیدگاهش در اینجا شهر اوبسالای سوئد پیموده، درباره عملکردش چه میگوید و آیا این راه دراز در موضع و عقیده او هم پیموده شده؟ شیخ عزت‌الدین حسینی، به برنامه به عبارت دیگر خوش آمدید. جناب شیخ، شما در آستانه 90 سالگی هستید و سالهاست که مجبور بودید در تبعید زندگی بکنید و همه اینها به دلیل فعالیت‌های سیاسیتون. بعضی موقع وقتی که اینجا با خودتون تنها هستید، دور از کشورتون، دور از زادگاهتون، فکر نمی‌کنید که کاش کاری به سیاست نداشتم و الان توی مهاباد امام جمعه شهر بودم؟ نه، من افتخار می‌کنم که در سیاست شرکت کردم و ملت کرد که زیر تحت ستمه که باید همه ما مبارزه بکنیم تا از این ستم رزقان یابد و به حق خودش، حق طبیعی خودش برسه. من افتخار میکنم که اگر سهم کوچکی در این مرد داشته باشم خیلی بیشم افتخار. شما کردستان بعد از انقلاب یک دوران خیلی دشواری گذروند، جنگ و خونریزی، و به هر حال حالا که نگاه میکنید و فکر میکنید، واقعا اون طرح خودمختاری در اون روزهای اول انقلاب واقعا ضروری بود؟ نمیشد اجتناب کرد از همه این خونریزی ها؟ ما که خونریزی نکردیم، ما خواسته های داشتیم و رژیم تقدیم کردیم و برایش نیستم. من خودم به تهران رفتم، حزب دموکرات هم به تهران رو بسیار تماس کرد، تلاش کردن که به شیوهی حقی به ما بدهند و ما در کنار اونها باشیم و با اونها هم کاری بکنیم. ما هم که مسلمان بودیم، ولی اونها حاضر نبودن هیچ چیز را قبول بکنن جز اینکه به جای اینکه به حق ما توجه داشته باشن، کارشان این بود که امثال خلخالی، این خلخالی را فرستادن کردستان و این قتل عام کرد و ما مجبور بودیم که از خودمان دفاع بکنیم. ما مدافع بودیم، ما هیچ وقت مایل نبودیم، چون ما کشته می دادیم، ما حق خودمان می خواستیم. اونها می آمدن، ملتی که در اقلیت باشه و حق بخواهد هیچ وقت طالب جنگ نیست، چون که طرف قوی تر از اون که ما با جنگیم. ولی سوال من جناب شیخ اینه که در اون فردای انقلاب زود نبود که شما مسئله خودمختاری را مطرح بکنید و چقدر ضروری بود که حتما خودمختاری پیدا بکنید در اون مقطع؟ خودمختاری اقلی چیزی بود که ما میخواستیم. ها، نمیتونستید صبر بکنین یه خود اوضاع بهتر بشه، حکومت جمهوری اسلام مذاکرات بیشتری بکنین؟ اونها آمدن، ما رفتیم تهران، حزب دموکرات بسیار تلاش کردیم که به شیوهی با کنار بیاییم، ولی اونها نمیخواستن. اونها میخواستن کردستان را تسخیر کنن. ولی در مقاطعی که مذاکره صورت می گرفت بین نمایندگان کردستان، که شما هم رئیس هیئت نمایندگی بودید در بسیاری مواقع، با نمایندگان دولت مرکزی، به نظر می رسید که اونها تن به بخشی از خواستهای شما داده بودند؟ نه خیر، به هیچ، چون ها شکست خوردن، به ما حمله کردن، شکست خوردن. این زمینه بود برای اینکه تا خودشان را بازسازی بکنن، دوباره شروع بکنن. من وقتی ملاقات خمینی رفتم و خمینی را دیدم، دانستم که به هیچ چیزی، به هیچ حقی به ما نخواهد داد. ملاقاتتون چطور بود؟ چطور گذشت با آیت الله خمینی؟ خمینی از ما دعوت کرد با وسیله وزیر کشور و ما رفتیم. هرچند در تهران مشکلاتی وجود آوردن، عاقبت رفتیم و خمینی را ملاقات کردیم و مسائل را مطرح کردیم، که مسائل
محبوک خلق کرد و یکی اینکه جماعت روحانی با من بودن که اینکه اگر هر حکومت اسلامی است، حکومت اسلامی مطلق باشه، سنی ها را شامل بشه، ولی خمینی به هیچ یک از این مسائل جواب نمیداد، دفع نمیرفت، میگو به همه ظلم شده و شما ظلم میشه، همه چیز خوب میشه. و اساساً باید این را همه کس بدانه که خمینی غیر این که جمهوری اسلامی ولایت فقیه را پیاده بکنه به هیچ چیزی راضی نبود، غیر از این. ولی جناب شیخ، شما الان که نگاه میکنید، دستاورد تمام این سالهای مبارزه برای مردم کردستان چی بوده؟ اینکه مردم کردستان در مقابل رژیم مقاومت کردند و 30 سال مبارزه کردند و حالا مردم کردستان پیشرفته تر از سایر مردم ایران هستند. از چه نظر؟ از نظر اینکه حالا مردم ایران که اون چی به خلق کرد میگه اون را اقرام میکنه. ما یعنی خواهان دموکراسی و دموکراسی آزادی هست. ما به حکومت به جمهوری اسلامی رأی نداریم. حالا اینا پشیمان شده این که میگن این حکومت بده. ما 30 سال این که ما حالا زنده هستیم و مردم کرد روز به روز بیشتر ما مصمم تر از که حق خودش را بخواهی، نتیجه این مذاکره مبارزاتی است که ما کردیم. دیگران چون نکردن ولی همین الان جناب شیخ، بسیاری از رهبران سازمان‌های سیاسی کرد به این نتیجه رسیدن که واقعا اون مبارزه به اون شکل مبارزه مسلحانه اینا دیگه کارساز نیست و خیلی هاشون کنار گذاشتن. نظر شما چیه؟ شما فکر میکنین کردها کماکان بایستی مبارزه مسلحانه بکنن با دولت؟ نه، ما امروز چون اونها با ما مبارزه امروز مبارزه مسلحانه به عقیده من، مگر اینکه شما دفاع بکنی بیان با شما بجنگن، شما از خود دانید، ولی ما رسما وارد جنگ مبارزه مسلحانه بشیم من این را نمیپسندم. من میخوام که از راه سیاسی با جمهوری اسلامی، با مردم ایران همه با هم دست به دست هم بدهیم و این رژیم سقوط بکنه و یک رژیم دموکرات مردم سالار به وجود بیاید و ما زیل این رژیم به حقوق ما برسیم. موضوعی که همیشه مطرح میشد در مورد کردها به خصوص به دلیل اینکه از نظر تاریخی سابقه طولانی تری برای مبارزه برای خودمختاری دارند، این که به اینها گفته میشد که شما تجزیه طلب هستید و نهایتا میخواین کردستان را از ایران جدا بکنید. این اتهام هم امروز هم به بعضی از این سازمان های سیاسی کرد زده میشه. جواب شما چیه؟ اساسا تجزیه طلبی گناه نیست، نه در قرآن گناه، نه در عرف مردم، نه در همه دنیا. ملتی که بخواهد مستقل باشه هیچ گناهی کنه. ولی ما این را فعلا ما در این شرایط این را درست نمیدانیم. ولی شما مثلا بسیاری از رهبران کرد، من خودم سالها پیش با آقای قاسم دو مصاحبه کردم، با آقای شرفکندی مصاحبه کردم و این رهبران کرد که سابقه خیلی طولانی دارن حزب دموکرات کردستان، اینها میگفتن به هیچ عنوان ما هیچ وقت در برنامه ما مسئله جدا شدن از ایران نبوده و ما فقط دموکراسی، شعار ما دموکراسی برای ایران و خودمختاری برای کردستان بوده و این حتی میگفتن در آینده هم ما این رو نمیبینیم. این درسته، ما حالا میگیم فدراتیو، ولی این مسئله ای که کرد اساسا میخواهد فرق داره با اینکه این حالا مطرح میکنه. یعنی شما در واقع در اصول به حق یک ملت برای اینکه کشور خودش رو داشته باشه به هر حال اینو قائل؟ بله، ولی ما واقع بین هستیم، چیزهایی که ممکن در فعلا ممکن نمیشه هیچ گاه مطرح نمی کنیم و هیچ وقت نگفتیم ما تجزیه طلب هستیم از ایران. حتی در روز اول در زمان پیش آقای محمد هم اینطور بوده، هیچ گاه این را برای این به ما این تهمت می زدند که با ما بجنگند و حکمه را ندهند. حتی دکتر قاسملو به خود مختاری به خود گردانی راضی بود، به اون ندادن.
یعنی حتی در زمانی که قاضی محمد جمهوری مهاباد رو تشکیل داد و اون موقع هم ایشون نمیخواست و حزب دموکرات خواهان جدایی نبودند. نه، اون چی که شعار کمار مهاباد بود، کمار کردستان، این بود جمهوری خودمختار کردستان. این شعار بود که شعار مردم این بود. بسیار یه مقداری برگردیم به نظرات خودتون جناب شیخ. شما یک روحانی هستید، ولی اون موقع سالهای بعد از انقلاب بسیاری از سازمانهای چپ ایران به طریق اولا سازمانهای چپ خود کردستان که بسیارشون اعتقاد مذهبی نداشتن و اصولا شاید حتی اعتقاد به وجود خدا نداشتن و شما از اونها حمایت میکردید و اونها هم خیلی احترام شما را داشتن، چه چیزی بین اسلامی که شما میبینید و مارکسیسم وجود داره که شما اینقدر به هم نزدیک شده بودید؟ اساسا مسئله ای که ما میخواستیم و برایش مبارزه میکردیم حقوق خلق کرد بود و این حق خلق کرد هر کس در این مسیر بود با ما هماهنگی و هم فکری و برادر بود، چه چپ باشه چه مسلم باشه، هر کس باشه، کومل و حزب دموکرات چپ بودن خودشان. کسانی که حتی اونهایی که مثلا ما اون مسیر ما میخواستیم حق مبارزه به خاطر حق ملت کرد را ادامه بدهیم. مسئله این نبود که این مسلمان، این کافره، این چیه. حتی روزی جماعتی یک پرچم سبز آورده بودند و میان تظاهرات با عنوان مسلمان رفتم با اونا گفتم برادران ما در مسجد مسلمان هستیم ولی اینجا مبارزه برای خلق کرد میکنیم، برای ملت کرد، این پرچم را به مسجد ببرید. مسئله ما مبارزه برای پیشرفت حق کرد که این که حق کرد به حق خودش برسه. مسئله این نبود که این کافره، این مسلمانه، این چیه، حتی هر کس بود. ولی نظرات شما جناب شیخ یه خود فراتر از مسئله خلق کرد میره، یعنی شما اصولا بینشتون یا برداشتتون از اسلام یه طور دیگه است. یعنی چیه؟ چه تفاوتی هست بین اسلامی که شما میبینید و اسلامی که دیگران به خصوص هیئت حاکمه ایران میبینه؟ بله، زیاد فرق بود. صرف نظر این که به هر حال شما اهل تسنن هستید و دیگران چی هستید؟ یک اسلام به معنای کلمه واقعیش یعنی اعتقاد به خدا و روز آخرت و عدالت اجتماعی و مردم داری و اسلام دین خوبیه. ولی اون چی حالا میگن؟ حالا شما تصور بکنید جمهوری اسلامی اسلام اشریه ولایت فقیه، وقتی که شما گفتید جمهوری اسلامی غیر مسلمان همه خارج میشن، وقتی گفتی شیعه اسلام اشری سنی ها همه خارج میشن، وقتی گفتی ولایت فقیه یعنی باید کسانی از شیعه که ولایت فقیه را قبول داشته باشند و ولایت فقیه اینه که این نماینده امام زمان که امام زمان نماینده خداست اون را قبول داشته باشند، بسیاری از شیعیان مثلا حتی که آیت الله شریعت مداری آیت الله خویی به ولایت فقیه را قبول نداشته. یعنی شما اصولا به جمهوری اسلامی اعتقاد ندارید؟ نه، من معتقد به جدایی مذهب از دین هست، یعنی جدایی دین از حکومت، منظور از دولت. حکومت از دولت میخوام. اساسا معتقدم که امروز نمیتواند مذهب حکومت بکنه. پس نقش دین در جامعه چی میشه اون وقت؟ مثلا جامعه که مذهبیه، جامعه نقش زیاده، تبلیغات مذهبی، مسئله خدا، مسئله آخرت، مسئله تربیت اخلاقی مردم، جنبه معنوی، دین جنبه معنوی. من مثال شما می توانید ما طرفدار تکامل هستیم، تکامل
و همچنان که یک فرد انسانی مراحل تکاملی دارد تا به نتیجه میرسه، مثلا میخواند ابتدایی و دبیرستان و دانشگاه، بعدا مستقل میشه، احتیاج خود ندارد. مردم یعنی نوع انسان در طول تاریخ اینطور، زمانی که هیچ حتی پیغمبری نبوده، بعد وقتی که رشد کرده و آمادگی برای اینکه او را ارشاد کرد، پیغمبران آمده، مسلحین آمده در تمام دنیا، چنانچه قرآن می فرماید و ام من امت الا خلا فیها نذیر. هیچ امتی نبوده که اندرز دهندهی برای اونا بوده. تدریجا در هر مرحله مردم کمی رشد کردن، بعدن این کهنه شده، پیغمبری دیگری آمده او را تجدید کرده تا رسید به حضرت محمد. حضرت محمد وقتی که آمده این را اعلام کرد که من خاتم النبیینم، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، ما کان محمد ابا احد من رجالكم ولکن رسول الله و خاتم النبیین، خاتم انبیاس، این را اعلام کرده. حالا شما فکر میکنین فلسفه این که محمد اعلام کرده که خاتم النبیین هست چیه؟ فلسفه اینه که دوران نبوت تکمیل شده، ما به مرحله دیگر رسیده، این که آنند کسانی که از دانشگاه، یعنی سطح دانش بشری به درجه ای رسیده که احتیاج به پیغمبر دیگری نداره، که احتیاج به کسی نیست، یعنی دوران علم و دانش و دانش است. و این نمیشه تصور کرد که در ظرف هزار سال دو سه پیغمبر آمده اند، ولی در ظرف 1400 سال یا خدا میداند تا کی این تنها یک کتاب در شرایط خاصی اونها اون حکومت بکنه. به معنی اینه که خود جامعه انسانی اینقدر رشد پیدا کرده و حدی رسیده که خودش را اداره میکنه، احتیاج ندارد به اینکه از رسالت پیروی بکنه. این عقیده منه. یعنی در واقع شما عقلگرا هستید، یعنی بحثتون اینه که عقل بشری به جایی رسیده که دیگه احتیاجی به مصلح نداره که براش نفی نمیکنه. مذهب میتواند جناح معنوی، چون که بشر دو قسم، یکی مادی یکی معنوی، یکی دنیا یکی آخرت، میتواند اون وظیفه هدایت خودش را به هر شیوهی که میخواهد به مردم ابلاغ کنه. ولی این که در دولت دخالت بکنه و قانون اساسی باید قانون اساسی باشه که تمام مردم را در بر بگیره، دموکراسی و آزادی سکولار باشد، هر کس به این قانون نگاه بکنه اون را مال خودش بدانه، حقوق زنان، یعنی من طرفدار برابری و مساوات و عدالت اجتماعی و اقتصاد بهتر و چی میدانم، اون چه حالا که در جهان مردم میگه این خوبه، من این را قبول دارم. من عقیده اینه که این کار خداست، خدا این طور خواسته، این مرحله تکامل. روزی در جای گفتم این دین یکی از تجلیات خداونده، دین هم یکی از تجلیات خداونده، اگر تجلیه جای تجلیه دیگری را بگیره قصور ما چیست؟ شما در مورد حقوق زنان صحبت کردید، به هر حال موضوع بسیار حادیه، به خصوص بعد از انقلاب اسلامی در ایران این موضوع همیشه حاد بوده و زنان به خصوص ناراضی اند تا این مدت و مدام هم مبارزه میکنن برای حقوق برابر با مردها. نظر شما دقیقا چیه در مورد از نظر فقه اسلامی شما؟ من عقیدم اینه که زن مانند مرد حقوق دارد و حق خودشه و حقوق خودش برسه، ولی این که هرچی مرد میتواند بکنه زن میتواند بکنه، یعنی این مسئله دیگریه. این مسئله یک زن باید اجازه داشته باشد مانند یک مرد مراحل تکامل خودش را طی بکنه. هیچ کس نمیتواند
زن را استثمار بکنه، قیومی زن باشه. زن وقت هیچ فرقی با هم ندارن، ولی ممکن استعدادشان استعداد زنان و مردان متفاوت باشد و هر یک مطابق رشد و فهم خودش پیش برید. یعنی این برداشت فقهی شماست یا اینکه نظر شخصی رایج معموله که همه هم بهش قبولش دارن؟ یعنی این برابری زن که شما میفرمایید این نظری هستش که شما از فقه اسلام استخراج میکنید؟ آخه اسلام هر کس نوع افتار رو تفسیر میکنه. آیه هست این مفهومش که خدا با شما و زنان پاداش همه را میده، بعلکم من بعلین، بعلکم من بعلین در نظر عربی یعنی شما مساوی هستی، با هم برابر هستی. ولی خب آیه های دیگری هم هست در قرآن که فعالین حقوق زنان به خصوص بهش استناد میکنن که بسیار ضد زنه، اونطور که اونها میگن. البته اجازه بدی، بعضی از احکام قرآن تابع شرایط زمان و مکانه. مثلا حالا میگن زن قاضی نمیشه، در هیچ جای قرآن نیست. یا دو زن برای شهادت، دو زن در مقابل یک مرده. این شرایطی بوده که زنان دور بودن از اجتماع، چون که به اهمی فرماید اگر یکی فراموش کرد اون دیگری به یادش می آره. وقتی که زنان حالا می توانند یادداشت بکنند، بسیار از مسائل هست. یعنی به عقیده شما بایستی برداشت از قرآن هم برداشت امروزی باشه و اگه لازمه حتی متفاوت باشه با اون چیزی در مورد؟ نه خیلی، من اگر گفتی دین و دولت باید از دیگر جدا بشه و روز روز علم و دانشه، دین جنبه معنویش باقی میمانه برای خودش. جناب شیخ، بعد از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران و پیدایش جنبش سبز، یه مقدار زیاد این افکار به حال نو حتی از منشأ دینی بیشتر شد نسبت به گذشته، گرچه قبلا شروع شده بود در ایران. شما فکر میکنین که به کجا داره میره؟ یعنی یک تحول جدی در اسلام به عنوان اون رفرم یا رنسانسی که مثلا در دینهای مسیحی به وجود اومده ممکنه مثلا در اسلام داره ایجاد میشه؟ واقعی من مسئله موسوی و کروبی، جنبش سبز، من واقعی به جنبش سبز و کروبی نمیتوانم اعتماد به اونها و اونها نمیتوانن رهبری جامعه ای که سکولاره و میخواهد سکولار باشه و میخواهد آزادی و دموکراسی برقرار باشه و این حکومت جمهوری اسلامی که چنانچه گفتم حکومتی همه مردم نیست، هر اندازه در او اصلاح بشه به درد مردم نمیخوره. یعنی نظر شما اینه که تا زمانی که زیر لوای جمهوری اسلامی حرکت اصلاحی میشه به نتیجه نمیرسه؟ بله، نه خیلی. خب شاید این حرکت اسلامی نهایتاً به هر حال اون اهداف یک جامعه سکولار رو بهش برسه. چه اشکالی داره حالا اگر اسمش اسلامیه؟ جمهوری اسلامی نمیتونه سکولار باشه. این چی؟ اسلامی شیعه ولایتی اسلام عشری، چون شیعه اسلام عشری ولایت فقیه، این چی میتونه سکولار باشه؟ حتی آزادی بده؟ بنابراین جناب شیخ شما به یک انقلاب اعتقاد دارید؟ من عقیدم اینه که باید مردم آگاه بشن. انقلاب اگر از بالا باشه هر مدت دوام میکنه، بعدا دوباره یک میاد دیکتاتوری را پیاده میکنه. باید مردم را آگاه که مردم بیان خیابان، چنان که در کردستان شد وقتی که 5 نفر را اعدام کردن، مردم اعتصاب کردند و آمدند و بدون اینکه هیچ خونریزی پیدا بشه خودشان نشان دادند. ولی یه خصلت این جنبش سبز که بسیاری ستایش میکنند هم در داخل ایران و هم در خارج، اینه که میگه این جنبش برخلاف گذشته خشونت پرهیزه، یعنی دنبال خشونت و قهر نیست برای تغییر نظام. مسئله این نیست که خشونت پس چه می مسئول اینه که چه میخواهد.
مسئول اینه که این چه میخواهد. اگه میخواهد جمهوری اسلامی را از بین برد، سکولر را پیاده کرد، اینا هنوز ناخودآگاه با جمهوری اسلامی هستند. اونه این کار از اونا ساخته نیست. کاری که کردن اینه دروازه را باز کردن تا مردم بیاد خیابان. باقی نیمد این عقیده خودم. بسیار خیلی متشکرم شیخ عزت‌الدین حسینی از شرکتتون در برنامه به عبارت دیگر. ممنون از شما. تشکر می‌کنم.